درود به شما براندازهای عزیز. امروز تو کنسرت محسن ابراهیمزاده یکی از تماشاگرها رفته روی صحنه و با اجرای زیبای آهنگ مرتضی پاشایی همه رو شگفت زده کرده. از مرتضی پاشایی خدا رحمتش کنه برای مرتضی دست خوشگل بزن. من همشه تو کنسرت ها از اول تا الان از مرتضی یاد کردم همیشه روحش شاد بشه براش یه دست خوشگل بزن. یکی مزدوران ضد امنیتی خامنه ای به صورت وحشیانه به خانواده هایی که در رشت در کنار برکه آب نشسته بودن و تفریح می کردن حمله ور شدن و یک زن و شوهر رو به طرز وحشیانه ای با خودشون بردن. زنی که فقط روسری نداشت ولی مزدورای خامنه ای یه جوری می کشیدنش که لباساش پاره شده بود و نصف بدنش دیده می شد. بابا اینا کار نداره، اون روسایی نذاشه. اما بگیر و به بندهای خامنه ای هیچ سودی نداره و زن ایرانی خیال تسلیم شدن نداره. امروز یه دختر شیرازی با صدای زیباش مردم این شهر رو به وجد آورده. در روزهایی که فوتبالیستایی مثل ترابی و شجاع خلیلزاده با انتشار عکس موشک‌های بالستیک سپاه برای خامنه‌ای کاسه‌لیسی می‌کنن، محمد حسین حسینی فوتبالیست مشهدی با انتشار یه ویدیوی کوتاه از آخرین برخوردش با مزدوران خامنه‌ای گفته و اعلام کرده در سلامت کامله، اما ظاهراً خطر حمله وحوش خامنه‌ای رو به خوبی داره احساس می‌کنه. خلاص مردم شریف ایران، محمد حسین حسینی هستم. خواستم به نام خودم دوموزی رو خدمت شما عرض کنم. بنده رو در تاریخ 29 که احضار کردم برای ویدیوهایی که وایرال شد در فضای مجازی، استوریایی که گذاشتم، پیج بنده رو بستم همونطور که اطلاع دارید و مثل اینکه برای ملاقات با قاضی گذاشتم واسه من برای حکمی که بخوان صادر کنن مبنی بر ویدیویی که بعد بازی جام ملت‌های آسیا منتشر شد بخوان حکمی رو بر این قضیه صادر کنن. خواستم فقط اطلاع بدم که بنده در صحت سلامت کامل هستم و اینکه امیدوارم همیشه حال دلتون خوب باشه. شما لایق بهترین ها هستید. زنده باد ایران. مخلص. آتش به اختیاران خامنه ای حتی از شادی و رقص یک کودک 7 ساله هم میترسن و بهش حمله ور میشن.
اما جمهوری اسلامی خیلی سعی کرده تا تمام نشانه های خاندان پهلوی رو در ایران از بین ببره، اما هر چقدر بیشتر تلاش کرده بیشتر در این مسیر شکست خورد. 45 سال از شورش 57 میگذره ولی هنوز اسمش مسجد شاهی. مرگ بر خامنه‌ای، پاینده باد شاهزاده رضا پهلوی. به نظر من در دنیا هیچ موجودی قابل ترحم‌تر از ماده ارزشی‌های جمهوری اسلامی وجود نداره. زنانی که سال‌هاست مورد تبعیض و خشونت قرار گرفتن و از همه حق و حقوقشون محروم شدن، ولی هنوزم برای کسانی که اونا رو انداختن توی قفس دم تکون میدن و هنوزم نفهمیدن که تمام عمرشون مورد سوء استفاده قرار گرفتن. پاک کن فیلمو. اصلا من چه چادر سرم باشه چه نباشه شما حق نداری از دیگران فیلم بگیری. اصلا داری فیلم میگیری. بیا. اصلا کلا خانم شما داری از زمین و زمان عکس میگیری. دوست دارم میخوام آلبوم دخترم باش. من میفرستم اینو واسه گزارشگر مناطو امروز یکمه. من تو دیگه مناطوی نیستیم. تو چرا بعد مناطو بفرستی؟ مناطو به تو چه؟ مناطو مال ما. مناطو مال ما. برو. اونو تازه زبون دارم. میبینی؟ چادر تو سرت کن برو. چادرت درار. بیام چادرت بکنم. من بکن چادرتو. چادرت درار. پوشی. تا اسم منو تو رو که میاری فرار میکنم. علاشم زنگ زنم میبرم. اسرائیل بعد از حمله مرموزش به جمهوری اسلامی با انتشار ویدیویی به مردم ایران تاکید کرد که هیچ دشمنی با اونها نداره. اسرائیل و مردم ایران به خوبی میدونن که هر دو یک دشمن مشترک دارن و اون شخص خامنه‌ایه. It's not the same thing as Iran. In Israel and in the international media, it's common to hear reports on how Iran attacked Israel. This is wrong. Iran did not attack Israel, the Islamic Republic did. Iranians historically and today stand with Israel. Their nation's been hijacked by mullahs for 45 years that don't represent the nation or values of Iran. Iran's never had a war with Israel. It's not an Arab country or even Arabic speaking. It was one of the first countries in the region to de facto recognize the state of Israel before this regime. Calling the terrorist activities of the Islamic Republic Iran is deeply offensive to Iranians who are our allies. Journalists, activists, everyone, please. Be responsible in how you report this conflict.